أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أحسن خوب. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إذا أصبت بمصيبة في نفسك أو ولدك أو مالك فاذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الخالق لم يصابوا بمثله. خداوند انشاءالله قلوب همگی ما را به نور ایمان و قرآن و اطاعت منور فرماید، جهت تعجیل در فرج امام زمانمون و عرض تسلیت به پیشگاه مقدسش صلوات قرای خط بفرماید. روایتی که خوندم، شیخ کلینی علی الله مقامه نقل می فرماید و شیخ صدوق و هم از امام باقر علیه السلام هم از پدر بزرگوارشون رئیس مذهب امام صادق علیه السلام می فرماید: اگر مصیبتی به تو رسید در نفس خودت یا در فرزندانت، اهلت، هر ناراحتی که به تو رسید، به یاد مصیبت رسول الله بیفت. یعنی وقتی در نظر بگیری اون داهیه عظما و اون مصیبت عظما را، این مصیبت ها دیگه در نظر هیچه. بعد در ذیل می فرماید: فإن الخلق، خلق یا در تعبیری خلائق که جمع بسته میشه و اون جمع هم باز الف و لام سرش میاد که افاده عمومیت داره، یعنی جمیع الخلائق، کل الخلائق در عالم ملک و ملکوت، در تمام این سوالله مصیبتی به مثل مصیبت پیغمبر نیست، مصیبتی بالاتر از مصیبت رسول الله و فقدان رسول اکرم در این عالم نیست. اگر کسی بشناسد و بفهمد و بداند که او که بود و چه کرد و حق او رو بشناسد، متوجه میشد که این کلام امام علیه السلام چه کلام دقیق و عظیمی است. اینکه بفهمیم رسول الله که بود، چه شخصیتی بود، چه عظمتی داشت و چه کاری در این عالم کرد، این که او که بود، نفس او که بود، شخصیت او که بود، وجود او چه وجودی بود، روح او چه روحی بود و خلقت عظیم او چه خلقتی بود،
این لا یدرک و لا یوسف است، نه ما میتوانیم درک بکنیم نه قابل وصف است. اون نفس نفیس پیغمبر که فلاسفه تعبیر به حقیقت محمدیه میکنن، وجود امام صلی الله علیه و آله، وجود اون حضرت که عظمت سعه وجودی او که شما در اون دعای مبعث، روز مبعث، شب مبعث، اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم، وقتی مقایسه بکنید خداوند متعال تجلی کرد، اونم تجلی اعظم، به کی؟ به وجود مقدس او. وقتی موسی بن عمران صاحب آیات تس، موسای کلیم الله، موسای صاحب مناجات با خدا، از خدا طلب میکنه تجلی حق را، خدا تجلی میکند، اونم نه تجلی اعظم، تجلی جزئی، اونم در حد تجلی چی؟ تجلی بر یک جسم، تجلی بر یک سنگ. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسا صعقا، وقتی خدا تجلی کرد، تجلی در حد یک سنگ، تجلی کرد نورش را به کوه طور، جعله دکا، منفجر شد. و موسی از رؤیت این تجلی صعقا افتاد، بیهوش شد. این حد موسای کلیم. ولیکن خداوند متعال نه تجلی جزئی، تجلی اعظم، اونم به نفس نفیس او، به روح بلند او. چنین اعجوبه ایست در این عالم. اون کسی که فرمود اول ما خلق الله نور نبیه که، یا جابر، جابر پرسید اولین چیزی که خداوند متعال خلق کرد چه بود؟ پیغمبر اکرم فرمود اولین چیز نور من بود، نور پیغمبر تو بود، اول نور خاتم بود، بعد او شد واسطه وجود عالم خلقت، سبب وجود عالم خلقت. وجود چنین وجودیست. خدا در قرآن در دو جا به عظمت از پیغمبر یاد می کند. یک جا در مقام علم که تو صاحب علمی، اون چه علمی؟ علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، خدا به تو تعلیم کرد. چه تعلیمی؟ اون چه نمیدانستی به تو تعلیم کرد، اون علم رو به تو داد. بعد فرمود این فضل خدا بر تو، این علم که فضل خداست بر تو، عظیم است، فضل عظیمی است. اون علمی که تو داری، اون علمی که خدا به تو داده، چه کسی این حرفو میزنه؟ اون کسی که همه این عالم در مقابل او هیچه. خداوند متعال در قرآن چی میفرماد؟ و من حیات الدنیا الا قلیل، تمام این عالم دنیا، حیات دنیا قلیلیست، هیچی نیست. اون عالمی که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگه بخواید نعمتهای خدا رو بشمارید نمیتوانید بشمارید. این همه نعمت در برابر او میفرماید متاع الحیات الدنیا الا قلیل. اون کسی که همه عالم در نظر او قلیله، در مقابل این علمی که به او داده میفرماید و کان فضل الله علیک عظیما، فضل خدا بر تو عظیمه. این یک. دو،
مرحله دوم مقام خلق او، اخلاق او. و اینک لعلا خلق عظیم. یه وقت بنده و جنابالی به چیزی میگیم عظیم، بزرگ. خب ما چه بزرگی دیدیم، چه عظمت در وجود ماست، یا سعه فهم ما و دید ما. یه وقت خدا به چیزی میفرماید عظیم، علم تو عظیم، اخلاق تو هم عظیم. و انک لعلا خلق عظیم. چه خلقی، چه اخلاقی. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. با این اخلاق جذب کرد، با این اخلاق ساخت مردم را و به دین دعوت فرمود. با این دو شیء عظیم در او هست، علم کل العلم در او، اخلاق کل الاخلاق در وجود مقدس او. این وجود میشه وجود نبی اکرم با اون روح بلند. وقت تازه همه اینها مقدمه است برای اینکه این پیغمبر رو به کجا برساند؟ این پیغمبر رو برساند به مقام حمد، به مقام حمد برساند. با این علم عظیم، با این اخلاق عظیم، با این خلقت عظیم، با این حقیقت محمدیه، تو تازه باید برسی به مقام محمود. و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خوب دقت کنید به این آیات. تو وقتی میگیم پیغمبر عظیم الشان، سید الرسول، خاتم الانبیا، اشرف مخلوقات، دلیل برهان قرآنی بیاریم، نه اینکه فقط شعار بدیم. این مقام عظیم. تازه می‌فرماید نماز شب بخون، برخیز نماز شب بخون. اونم چه برخواستنی، اونم چه نمازی، نمازی که او بخونه، برخواستنی که او برمیخیزه. خوابش منقطعا بود، پیغمبر اینجوری بود که نمیخوابید مثلا از سر شب مثلا تا سحر، میخوابید، برمیخواست، وضو میگرفت. آیات عرض میشود که ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. این آیاتی که مستحب قبل از اینکه نماز شب میخوانید، وقتی برمیخیزید، وضو میگیرید، این آیات رو بخوانید. این آیات رو میخوانه، ثم رکعه، نماز میخونه، رکوع میکنه، رفع رأسه متا شاء الله، سر بر میداره از رکوع. بعد از اون رکوع اونچنانی و سجد، ثم رفع رأسه متا ما شاء الله، چهار رکعت میخونه، بعد میخوابه. باز دو مرتبه از خواب بر میخیزد، باز وضو میگیرد، باز ان فی خلق السماوات والارض، باز چهار رکعت میخونه. بعد از اون باز شفع میخونه، باز وتر میخونه. نماز شب پیغمبر داستانی است. و من اللیل فتهجد به. اونایی که میخوان به مقاماتی برسن، به معنویتی برسن، باید از فیض نماز شب خودشونو محروم نکنن. نمیگیم حالا هر شب نمیتوانیم، لیکن یک شب در هفته، دو شب در هفته، یک شب در ماه، بعضی اصلا خداحافظی دارن با نماز شب. نماز شب نمازی است که پیغمبر با اون عظمت رو باز به مقام حمد میرسانه. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تا تو به اون مقام محمود برسی. مقام محمود چیست؟ اینجا اتفاق مفسرین هست. مفسرین
سنی و شیعه میگن مراد همون مقام شفاعت پیغمبر در روز قیامت، مقام حمد. مقام حمد پیغمبر اینه، اولا آیه مطلق میفرماید عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. چه مقامی است؟ اطلاق داره. چه حمدی است؟ اطلاق داره. یعنی هر حمدی از هر حامدی بشه منجر به او میشه. چرا؟ چون اون فیاض علل اطلاق فیضشو مستقیم نمیده خداوند متعال، واسطه در فیض شخص اول عالم امکان وجود نازنین سید انبیاست، اوست که واسطه این فیضه. فلذا هر کس هر حمدی میکند برمیگردد به خدا، و واسطه این حمد رسول خداست. شما وقتی میگی الحمد لله رب العالمین، نماز میخونی، میگی الحمد یعنی جنس حمد، ستایش، تعریف کردن، همش لله، برای خداست. میگه خب آقا بعضی از این حمدا در این دنیا برای خدا نیست. شما تعریف میکنی از فلان مقام، تعریف میکنی از فلان شخصیت، تعریف میکنی از فلان مثلا عرض میشود که مظاهر خلقت، یا تعریف میکنی از فلان ساخته دست بشر. میگه اینا همه برگشتش به حمد خداست. وقتی میگی به به عجب روی زیبایی، عجب چهره زیبایی، تو او رو حمد نمی کنی، تو در حقیقت خدا رو حمد می کنی. اونی که خالق این صورته، اونی که خالق این سیرته، هرچی رو شما تعریف میکنی حمد می کنی، بر می گرده به خدا. در حقیقت تو خدا رو داری حمد می کنی، ولی این که خودت متوجه نیستی. فلذا میگه الحمد لله رب العالمین. واسطه این هم کیه؟ پیغمبر. چه موقع تبلور پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه؟ روز قیامت. روز قیامت چی میشه؟ روز قیامت روزی است که همه و همه، از آدم ابوالبشر تا عرض میشود که سید انبیا، همه انبیا، همه با اممشون، همه محتاج شفاعت پیغمبر میشن. و این مسئله، مسئله خیلی مهم است. یه صلواتی خط میفرمید. در یک روایت که از خود خاتم انبیا هست، اینی که عرض کردم اجمع المفسرون علی انه هو مقام الشفاعه، این ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اجماع مفسرین که مقام شفاعت. خود پیغمبر فرمود هو المقام الذی اشفع فیه لامتی، اون مقامی است که من شفاعت میکنم برای امتم. بعد روایت سئل الامام الصادق علیه السلام عن المؤمن هل له شفاعه، مؤمن آیا شفاعتی داره؟ قال نعم، مؤمنم شفاعت میکنه. بعد فرمود عرض کرد هل يحتاج المؤمن الى شفاعه محمد، آیا خود مؤمن، هر مؤمنی احتیاج داره به شفاعت پیغمبر، مؤمنی که خودش شفاعت میکنه؟ قال نعم للمؤمنین خطایا و ذنوب، مؤمنین خطایا و ذنوبی دارن، اشتباهاتی دارن، گناهانی دارن. ما من احد، اینجا نکره در سیاق نف میگن، افاده عموم میکنه لغت عرب، ما من احد، هیچ احدی نیست، الا و یحتاج الى شفاعت محمد یوم اذن، مگر اینکه نیاز به شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم داره. توجه می‌فرمایید؟ این عرض می‌شود که روایت دیگری علی ابن ابراهیم قمی عن ابی عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار عن ابی العباس عباس المکبر قال
قال ابو ایمن لابی جعفر الباقر. ابو ایمن آمد خدمت امام باقر گفت انکم تغرون الناس، شما مردم رو اقراء به جهل میکنید، مردم رو مغرور میکنید. تقولون شفاعت محمد شفاعت محمد، هی میگید شفاعت محمد شفاعت محمد، یعنی چی؟ که انه اعتراض داره به امام میکنه. فغضب علیه السلام، امام غضبناک شدن، فرمود ویحت که یا ابا ایمن اغلبک عن عفو بطنک و فرجک، آیا مغرور کرد تو را اینکه مواظب بودی مثلا به شهوت حرام یا از مال حرام در شکمت؟ اما لو رأیت افزاع القیام، اگر بفهمی فزعهای قیامت، حالات قیامت. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم، که این آیات رو وقتی پیغمبر اکرم میخوندن گریه میکردن، امیرالمؤمنین میگریستن، اون روز روز عظیمی است. یوم ترونها تذهل کل مرضعه اما ارضعت، مادر که بچه شیرخوار داره بچه خودش رها میکنه، فزع فزع عظیمی است. لقد احتجت الى شفاعه محمد، اون روز احتیاج داری در اون افزاع یوم القیامه. ویلک فهل یشفع الا لمن وجبت له النار، خیال میکنی شفاعت پیغمبر، خوب دقت کنید، خیال میکنی شفاعت پیغمبر فقط برای اوناییست که مستوجب آتشن، یعنی اهل گناه کبیرن، اهل کفرن، مثلا امثال ذلک. نه، ما من احد، این عبارت باز امام مثل اون عبارتی که اون خونده، ما من احد من الاولین والآخرین، احدی نیست از اولین تا آخرین، الا وهو محتاج الى شفاعت محمد یوم القیامه، الا اینکه محتاج به شفاعت پیغمبر در روز قیامت. باز روایت دیگه، ما من نبی، اونجا داشت ما من احد، ما گفتیم نکره در سیاق نفی، افاده عموم داره، همه رو شامل میشه، مطلق بشریت که من جمله از اونها انبیا هستن، قبول نکرد کسی این روایت، نص در این معناست. ما من نبی ولد من آدم الى محمد، هیچ پیغمبری نیست از آدم تا وجود نازنین او، الا و هم تحت لواء محمد یوم القیامه، الا اینکه همه اینها تحت پرچم و لواء پیغمبرن. منتها حالا بیاد بیان می‌فرماید شفاعت پیغمبر برای انبیا شفاعت افزاع یوم القیامه و شفاعت در ترفیع درجه است، درجاتشون متعالی میشه به شفاعت پیغمبر. درجات آدم، درجات نوح، درجات ابراهیم، درجات موسی، درجات عیسی به شفاعت پیغمبر. فلذا میفرماید انبیا هم نیاز به شفاعت او داره. باز روایتی است که سنی و شیعه نقل کردن مضمون این روایت رو. قال رسول الله يجمع الله الناس الاولين والاخرين في سعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس، روز قیامت همه در سعيد واحد که جمع میشن، روز محشر که همه جمع شدن و خورشید نزدیکه، که روایات زیادی داریم که حرارت زیاده، عرض میشد مردم در گرما و در شدائد هستن. قرآن هم میفرمد یوم یکون الناس کالفراش المبسوس و تکون الجبار کالعهن المنفوش الى آخره. فیقول الناس الا ترون ما قد بلغكم الا تنظرون من یشفع بكم الى ربكم. الان موقعش نیست که بریم یه شفیع پیدا کنیم، دست به دامن بشیم.
فیقول بعض الناس لبعض، بعضی میگن که خب بریم علیکم به آدم، برید سراغ آدم، پدر هممونه، پدر همه این بشر. فیعتون و یقولون له انت ابو البشر، میان خدمت آدم، تو ابو البشری، خلقک الله به یده، خدا به دست قدرتش تو را خلق کرد، نفق فیک من روحه و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، و امر الملائک فسجدوا لک، به ملائک هم دستور داد به تو سجده کنن. اشفع لنا الى ربک الا ترا الى ما نحن فیه، ما در چه سختی هستیم، شفاعت کن ما را از این وضع، از این مشکلات. فیقول آدم ان ربی قد غضب اليوم غضبا، خدا امروز غضبی کرده، لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله، نه قبلش نه بعدش چنین غضبی نکرده، امروز روز غضب پروردگار و اینها آثار غضب خداست. نفسی نفسی، من باید به خودم برسم. اذهبوا الى غیری، برید سراغ غیر من. اذهبوا الى نوح، برید سراغ نوح. فیأتون نوحا، مردم میان پیش نوح، فیقولون یا نوح انک اول الرسل الى اهل الارض، اولین رسول از طرف خدا تو هستی که فرستاد. وقد سماك الله عبدا شكورا، خدا تو را عبد شکور قرار داد، خدا این اسم رو تو گذاشت. اشفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه، ببین ما در چه وضعی هستیم، سختی فزع روز قیامت. فيقول نوح ان ربي قد غضب اليوم غضبا، همون کلام آدمو میگه، امروز خدا غضب کرده. تا میرسه به اینجا، وقد کانت لی دعوتن دعوتها، من یه دعوت داشتم، یه دعای مستجاب داشتم که دعا کردم، و اون دعای مستجابم که همه رو یک جا خدا قرق کرد، گفتم رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انک انتظرهم یذلوا عبادک. الان نفسی نفسی، از من کاری بر نمیاد. اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى ابراهيم، برید در خانه ابراهيم، برید کنار ابراهيم. فياتون ابراهيم ويقول يا ابراهيم انت نبي الله وخليله من اهل الارض، تو خليل الله، خدا به تو فرمود خليل. اشفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه، مشکل داریم ما. ایشون میفرماید ان ربی قد غضب اليوم غضبا، امروز روز غضب پروردگاره. نفسی نفسی، اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى موسی، میان خدمت موسی. موسی فضلك الله برسالته، خدا تو رو به رسالتش فضیلت داد. به کلامه علی الناس، کلیم الله بودی، تو صاحب آیات تسع بودی. اشفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فی، باز موسی همون مطلب، قد غضب اليوم غضبا، نفسی نفسی، اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى عیسی، میاند خدمت حضرت مسیح. انت رسول الله و کلمته القاها الى مریم و روح منه، شما کلمه خدا هستی که در دامن مریم قرار گرفتی. و کلمت الناس فی المهد سبیا، در گهواره با مردم صحبت کردی. اشفع لنا الى ربک، تو آبرومندی در خانه خدا. فیقول عیسی ان ربی قد غضب اليوم غضبا، نفسی نفسی، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى محمد صلی الله علیه و آله. فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه،
اینجا پیغمبر اکرم میفهمد فانطلقوا، اینجا که مردم میان من بلند میشم میرم. فآت تحت العرش، تحت عرش پروردگار. فاقع ساجدن، روی سجده میفتم در مقابل خدا. ثم یفتح الله علی من محامده و حسن الثناء علیه شیئا، خدا از حمدش و ثنایش چیزی به قلب من اشراق می کند که لم یفتحه علی احد من قبلی، که بر احدی قبل از من نبود. کلماتی میگه، حمدی میگه، ثنایی میگه در حال سجده خاتم. ثم یقال یا محمد ارفع رأسک، خدا خطاب میکنه به پیغمبر، سر از سجده بردار. سل تؤت وشفع تشفع، بخواه فقط سؤال کن، شفاعت کن، شفاعت تو پذیرفته شده است. پیغمبر چی میگه؟ فارفع رأسی فیقول، سرم رو برمیدارم و میگم اول کلمه ای امت پیغمبر، قدر پیغمبر رو ما نشناختیم. لحظه ای که میخواست از دنیا بره، رب امتی، روز قیامت اول کلمه باز میفرمد امتی یا رب، امتی یا رب، امتی یا رب. فیقول ادخل من امتی که من لا حساب علیهم من الباب الایمن من ابواب الجنه، یه حساب خاصی برای امتش باز داره. در روایت دیگه میفرماد فیوم اذن یبعثه الله مقاما محمودا، همه اونایی که در محشرن به نحوی از این شفاعت استفاده میکنن، از انبیا و اممشون گرفته تا امت خود رسول الله، همه فلذا همه حمد میکنن پیغمبر رو، همه تشکر میکنن. این اون مقام محمودایی که مقاما محمودا علی الاطلاق، یعنی الخلق كلهم یحمدونه و تشکر میکنن از پیغمبر اکرم. ثم ارجع فاقول، بعد که کارم تمام شد در محشر، میگم یا رب ما بقی فی النار الا من حبسه القرآن و وجب علیه الخلود، خدایا دست همه رو گرفتم الا اون کسانی که باید، و انتو خلد فیها المعاندین، اونایی که وجب علیهم الخلود در آتش جهنم هستن، و اونا عده قلیلی هستن، اونهایی که عرض میشد مخلد در آتشن و اون معاندین هستن، اون کسانی که قلبشون عناد داره، عناد با خداوند متعال داره. بعد روایت هم از طریق اهل سنت، هم روایت از طریق شیعه در تفسیر عیاشی از سماعت ابن مهران از امام کاظم علیه السلام، شبیه به این روایت توجه میکنید، وارد میشه این وجود نازنین پیغمبر اکرم و این مقام حمد و مقام محمود. فلذا میفرماید هم انبیا، اولیا، اوصیا، همه از این شفاعت به نحوی بهره میبرن. بعضی از خلاصی از بعضی مشکلات روز قیامه، بعضی از خلاصی از بعضی از احوال یوم القیامه، بعضی برای ترفیع درجاتشون بر حسب اختلافه، و اونی که واسطه در این میشه وجود نازنین سید انبیاس، اینه که عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، این رو اجماع مفسرین فرمودن. و چه کرد این وجود نازنین با این عظمت؟ واسطه شد بین خلق و خدا و خالق. و چگونه با این مردم، عجیبه، در اون جنگ، در جنگ احد، میگه وقتی دیدم سر و صورت پیغمبر خونالوده، پیشانیش شکستن، دندانش شکستن، خون روی صورتش رو گرفته، روی این پیراهن کرباسش ریخته، دیدم دست به دعا برداشته، گفتم داره نفرین میکنه.
وقتی دقت کردم گوش دادم دیدم نه داره دعا میکنه، نه اینکه دعا میکنه، چه دعایی؟ بالاترین گوهر ناب عالم وجود رو براشون تقاضا میکنه. اللهم اهد قومی، گوهر هدایت، خدایا این مردم رو هدایتشون کن. بعدم برای اینکه دریای رحمت الهی رو به تلاطم در بیاره، قوم رو منتسب میکنه به خودش، قومی، اینا قوم منن، منتسب به منن، خدایا تو هدایتشون کن. بعدم از طرف اینها معذرت خواهی میکنه از خدا، فانهم لا يعلمون، خدایا اینها نمیدانن، اینها جاهلن، خدایا هدایتشون کن. اینه در اون لحظه ای که فرمود احب الخلق رو بیاورید، ام سلمه گفت مراد او فاطمه است، این طرف اون طرف نرید، احب الخلق الیه فاطمه است، فاطمه رو بیارید. فاطمه وارد شد با چشم گریان، پیغمبر نگاهی بهش کرد. عبارت عجیبیه، می فرماید نفسی لنفسک الفدا، جانم به فدای تو باد، وجهی لوجهک الوقا، یا ابتا، پدرم جانم به فدای تو، الا تکلمونی کلمتن، کلمهی به من نمیگی، فانی انظر الیک اراک مفارق الدنیا، مثل لحظه آلحظات آخر عمر رو سپری میکنی. فقال یا بنیت انی مفارقک فسلام علیک منی، بله دخترم من لحظات آخر عمرم و از تو جدا میشم. حضرت صدیقه این گونه سوال کرد، یا ابتا فعین الملتقا یوم القیام، کجا ببینمت فردای قیامت، حالا می روی از تو جدا می شم. قال عند الحساب، منو در اون موقف حساب خواهید. قالت الم القک عند الحساب، اگر اونجا ندیدمت عند الحساب. قال عند الشفاعه، شفاعه لامتی، مقام شفاعه. قال ان لم القك عند الشفاعه، قال عند الصراط، دم پل صراط، جبرئیل ان یمینی، میکائیل ان یساری، والملائکه من خلفی و قدامی، ینادون رب سلم امت محمد، اونها هم دعا می کنن، اطراف من هستن، یسر علیهم الحساب، اونجا منو خواهی دید. بعد فرمود اونجا وساطت می کنم بین خلق و خالق، بین خلق و خلق، بین ظالم و مظلوم، بلکه یک نفسی رو نجات بدم، باز وساطت میکنم، باز از این قدرت شفاعت استفاده میکنم، که دیگه لحظه آخر اینها مرگ رو گذراندن، شب اول قبر رو گذراندن، عالم برزخ رو گذراندن، حالا آمدن روز قیامت رو گذراندن، احوال یوم الفزع رو گذراندن، دیگه دم پل صراطه، این پل عبور نکنه سرازیر میشه. اینجاست که دستگیری میکند از مردم، خدای ما رو مشمول شفاعت پیغمبر قرار بده، خدای اون لحظات رو بر ما آسان و مبارک بفرما. امشب هم پیغمبر هم امام مجتبی علیه السلام، خب تا اینجا برای پیغمبر، اما برای امام مجتبی علیه السلام، ارکان اربعه حدیث، یعنی کی؟ یعنی شیخ کلینی در کافی،
شیخ الطائفه در تهذیب، شیخ صدوق در من لا یحضر، ابن قولبه در المزار، این روایت رو همه آوردن و روایت روایت عجیبی است. پیغمبر اکرم می‌فرماید خطاب به کی؟ خطاب به امام حسن. امام حسن کودکی است. خطاب به امام حسن می‌فرماید من زارک کان حقا علی ان ازوره یوم القیامه حتی اخلصه من ذنوبه. خیلی حرف اینجا. میخوای امام حسن رو بشناسی؟ همین یه روایت کافی است. فرمود هر کس که تو رو زیارت کند، هر کس که بیاد بقی قبر تو رو زیارت کنه. روایات زیاده، این روایت روایت عجیب است. اون کسی که همه وامدار او هستن، حق او به گردن همه هست، من الاولین والآخرین، الان روایتش خوندم، همه اینها طفیلی اون وجودن. پیغمبر خاتمه فرمود لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی این افلاک رو من خلق نمی کردم، هیچی نبود اگر تو نبودی. فلزا فرمود اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر. همه وامدار او هستن، همه مدیون او هستن، او حق به گردن همه داره. ولی می فرماید اگر کسی تو را زیارت کنه حقی به گردن من خواهد داشت. اونی که به همه حق داره، زائر امام مجتبی در بقی به پیغمبر به فرموده خودش حق پیدا میکنه. حق تو چیه ای زائر؟ حق تو اینه که من بیام به زیارت تو. زائر امام حسن مزور پیغمبر میشه. زائر امام حسن اونم چه موقع؟ نه اینکه الان میام، نه، یوم القیامه، روز قیامت، روزی که تو نیاز داری، روزی که تو محتاجی، اون روز میام. بعد چی کار میکنم؟ زیارت خشک و خالی نیست. وقتی میام تو رو زیارت میکنم روز قیامت، حتی اخلصه من ذنوبه، خلاص، فلز مخشوش رو در خلاص قرار میدن. وقتی ناخالصی ها گرفته میشه طلای ناب میشه، میام هر چی ناخالصی در تو هست همه رو میکشم، خالصت میکنم، تو رو به بهشت معرفی میکنم و هدایت میکنم. این فضیلت زیارت امام حسن مجتبی علیه السلام، این عظمت امام مجتبی علیه السلام. فرمود چشمی که به او گریان بشود کور وارد محشر نمیشود، دلی که بر او اندوهناک بشود اون دل روز قیامت اندوهناک نمیشود. بله، این امام عظیم الشان، این امام بزرگوار، این سید شباب اهل الجنه، سید و آقای اهل بهشت در مجلس امام حسن. خیلی قدر خودتو بدون. اینجا وقتی به نیت امام مجتبی شرکت کردی، بدان قلب پیغمبر رو خرسند کردی، شاد کردی. پیغمبر تو رو دعا میکنه، فاطمه زهرا تو رو دعا میکنه. مهمه، مهمه. اون امامی که مظلومیت او مظلومیت عظیمی بود، در کودکی مظلومیتش به این بود، اون مصائب رو دید، مصائب مادرش فاطمه رو دید، اون وضعیت، اون آزار و اذیت ها. ولذا در اون جلسه ای که آمد در مسجد تجافی کرده بودن، مظلومیت امام مجتبی در مجلس وارد می شد، می گفتن پاهاتون رو پهن کنید، جا نباشه،
تجاوی میکردن که به امام علیه السلام بید شما وقتی کسی پیر مردی محترمی وارد میشه خب جا میدید آقا محل بدید وارد شده بنشینه. میگشت دنبال جا رسید به مغیره، حضرت فرمود انت الذی ضربت امی، تو همون هستی که مادر من رو میزدی، انت الذی ضربت امی. گفت وارد شدم دیدم آقا داره گریه میکنه، اشک ها سرازیر محاسنش از محاسن روی لباس ها. گفتم آقا چرا اینقدر گریه میکنی؟ فرمود هر وقت از خانه خارج میشم این گوش من فقط سب به پدرم علی رو میشنود، مقیدن در مقابل من اهانت میکنن. مظلومیت او، مظلومیت دوران جوانی، مظلومیت پدرش امیرالمؤمنین، اون بساط و اونم مال دوران عمر خودش که حتی این اطرافیان میگفتن سلام میکردن با زخم زبان، السلام علیک یا مذل المؤمنین، با زخم زبان بهش سلام میکردن، سلام بر تو ذلت کردیم، ذلیل کردیم مؤمنین را، اون کسانی که تحمیل کردن صلح را و امام رو تنها گذاشتن و نامه نوشتن و پولها از معاویه گرفتن و اون وضع که پیش آمد اینها نشنیده بودن. بین اینها بودن از اصحاب پیغمبر کسانی که از خود پیغمبر شنیده بودن، بله شنیده بود، از خود پیغمبر شنیده بودن روایاتی که پیغمبر این گونه راجع به امام حسن علیه السلام بیان فرمود، معذاره که این گونه رفتار کردن. بعد شهادتش هم شهادت بسیار مظلومانه. شما ببینید اصحاب امام حسن با امام حسین مقایسه بکنید، از اون پیر مردش گرفته حبیب ابن مظاهر تا مسلم ابن اوسجه تا سایر اصحاب تا بنی هاشم تا اون طفل 13 ساله و یتیم امام مجتبی که میگه مردن در راه تو احلا من العسل، اینا. بعد اصحاب امام حسن کی؟ فامیل خودش از بنی هاشم، نامش اومد که به معاویه نوشته بود که با کتبست حسن رو به تو تحویل. وقتی لشکر امام علیه السلام بدنن که اون کسی که از طرف امام امیر واقع شده رفت نماز میخوان بخونن، کی؟ امیر لشکر رفت طرف معاویه. عجیب، کمر امام رو شکستن با این کارها، با این خیانتها، خنجر به ران امام زدن، خواستن چندین بار امام رو ترور کنن به حدی که امام زیر لباس بعضا زره میپوشید، چندین بار با تیر زدن چون زره داشتن اثر نکرد. این گونه حضرت رو در حس در عرض می شود که در تنهایی قرار دادن و اینها می آمدن، اینها اصحاب. اون همسر امام حسین روباب گفت وقتی آمد از سفر شام مدینه این بیبی می آمد روزها زیر آفتاب گریه می کرد، بیبی جان چرا شما این گونه با خودتون میکنید؟ فرمودن که خودم دیدم بدن شوهرم زیر آفتاب روی خاکهای گرم کربلا، این همسرش، همسر امام حسن میشه قاتل خود اون حضرت، جهت کسیست که زهر رو به خود امام علیه السلام در خانه این گونه، در بیرون اون گونه. فلذا میگه در تاب رفت و تش طلب کرد و ناره کرد، در تاب رفت و تش طلب کرد و ناره کرد، اون تش را جگر باغ لاله کرد.
خود را تهیز خون دل چند سال کرد فرمود برید یه تش بیارید بی بی زینب خوشحال شد تش بیارید الان برادرم زهرا رو برمی گردون اما یه وقت نگاه کردید خون از گلوی برادر میانتن دزار رو سرش گذاش بی بی زینب ای صدا میزنه وا محمدا وا علیا وا فاطمتا چه دید چه منظرهایی دیده این زینب شاید مثل همین روز 28 بود روز رحلت جدش وقتی نگاه کرد امام حسن و امام حسین آمدن خودشون رو سینه پیغمبر انداختن امیر المؤمنین به عجله بچه ها رو برداشت اومد بچه ها رو از رو سینه پیغمبر برداره میگه آخر جایی که روح از بدن مفارقت میکنه سینه است فلذا سینه محتضر باید باز باشه در اسلام هم دستور هست دکمه یکی داره محتضر باز کنید راحت جان بده امیر المؤمنین اومد امام حسین امام حسین برداره وقتی پیغمبر اشاره میکنه دعاما اشمه ما و یشمانی علی جان رها کن من اینا رو ببویم اینها منو ببویم اودعهما و یودعانی من با اینها خداحافظی کنم اینها با من خداحافظی کنم حسین رو سینه من باشه من راحت تر جان میدم حسن رو سینه من راحت تر جان میدم شاید این روز رو دید وقتی اومد میان گودال دید بدن قده قده روی خاک صدا زد یومان علا صدر المصطفى یه روز رو سینه پیغمبر جا داد یومان علا وجه الزرا دست ها رو سر گذاشه این صدا میزنه وا محمدا امام حسن